چند هزار طلبه در قم حضور دارند. ایران پرس نیوز، شفاف. مدیر حوزه علمیه استان قم از حضور 50 هزار طلبه در قم خبر داد و گفت طلاب باید قدر فرصتها را بدانند و علاوه بر فراگیری علوم دینی به خودسازی نیز بپردازند. به گزارش حوزه نیوز، حجت الاسلام و المسلمین احمد فرخفال شب گذشته در جمع طلاب مدارس علمیه فیضیه و دارالشفا قم طی سخنانی با تأکید بر اهمیت طلبگی اظهار داشت طلبگی امر خطیری است که نصیب هر کسی نمی شود، چرا که طلاب و روحانیون وظیفه هدایت انسانها به سوی سعادت را بر عهده دارند. وی با اشاره به حدیثی از امام علی افزود پایداری و قوام دنیا که خداوند به عنوان ظرف تکامل بشر قرار داده در گرو چند عنصر مهم است که با اهمیت ترین آن عالمی است که به علم خود عمل می کند. مسئول حوزه مدیریت حوزه های علمی کشور تصریح کرد اگر در یک جامعه فقیه و عالم با تقوا نباشد آن جامعه بیهوده بوده و مسیر درستی را طی نخواهد کرد. پرونده درخشان مدرسه فیضیه. مدیر حوزه علمی استان قم در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه دو مدرسه علمیه فیضیه و دارالشفا گفت این مدارس بخش اعظمی از تاریخ حوزه را به خود اختصاص دادند و پرونده درخشانی دارند. اگر عظمت این مدارس را بررسی کنیم متوجه می شویم آنچه فیضیه را در مقام و جایگاه فعلی خود قرار داده شخصیت امام خمینی و مراجع بزرگواری بوده که نقش اساسی و محوری در آن ایفا کردند. وی به نقش مدرسه فیضیه در تربیت طلاب در دوران طاغوت اشاره کرد و یادآور شد رژیم پهلوی به موقعیت این مدرسه پی برده بود و آن را تحت نظارت کامل داشت، به گونه ای که وقتی وارد مدرسه می شدید حضور عناصر ساواکی چهره آن را مخدوش کرده بود و سرانجام کار به جایی کشید که به بهانه‌های مختلف فیضیه را تعطیل کردند. حجت الاسلام و المسلمین فرخفال ادامه داد این مدرسه با توجه به موقعیت خود که در کنار حرم مطهر فاطمه معصوم قرار دارد برکات فراوانی داشته است. مدیر حوزه علمیه قم استان قم اضافه کرد وقتی به دستور آیت العظما گلپایگانی مدرسه فیضیه بازسازی و تعمیر شد بنده و جمعی از طلاب دیگر جزء اولین گروهی بودیم که وارد آن شده و مشغول تحصیل شدیم و از آن زمان تا کنون برکات زیادی را از این مدرسه مشاهده کرده ایم. حضور 10 هزار طلبه در مدارس علمیه قم. حجت الاسلام و المسلمین فرخفال با اشاره به اینکه 50 هزار طلبه در قم زندگی می کنند گفت از این تعداد 10 هزار طلبه ساکن مدارس علمیه هستند که توفیق زندگی در فیضیه شامل حال همه نشده و عده معدودی در آن مشغول تحصیل هستند. لذا با توجه به موقعیت این مدرسه طلاب باید قدر این فرصت را دانسته و ضمن اهتمام به دروس حوزوی تلبس به لباس روحانیت را هرگز ترک نکنند. مسئول حوزه مدیریت حوزه های علمی کشور در پایان به بیان این مطلب که فیضیه خاستگاه بزرگان و علمای حوزه است تأکید کرد امروز هم طلاب ساکن در این مدرسه باید راه گذشتگان خود را ادامه داده و ضمن فراگیری علوم دینی به خودسازی پرداخته و معنویت خود را افزایش دهند.